پس بذار من اینجا دقیقا متوجه بشم شما میداده. لون آفیسر بودی برای این آقا، هر کی که میخواسته بیاد وام بگیره. ما ایش که لون ندادیم. نه لونه. ما لون ندادیم. لونه. نه ببین عمرن تو، ببین عمرن ما تو کار لومو نیستیم، ما لو نمیدیم. نه نه آفرین آفرین. ببین ما اگه لو میدادیم این همه مدت تو زندان بودیم. نه خیر آفرین. ما لو ندادیم. نه نه شما آفیسر یعنی افسری بودی که می آمدی و لون می دادی. یعنی نه ما افسر نبودیم. افسر نه، تو متوجه نیستی. من دارم سعی می کنم به زبان ساده. ببین گوش کن، ببین دقیقا من به چی میگم. تو وکالت داشتی از طرف وی که بیای و به مردم وام بدی. این مشکلی نیست آخه. آره مشکلی نیست. این برای چی رو آدم اونجا گذاشتم به تو میگن تو گناهکاری؟ من نمیدونم. اصلا به تو ربطی نداره قضیه. بله بله. من این یه فکری. این اصلا من خط میزنم میدادم دور. بله. این چرت و پرته. چرت و پرته. بله مایلج چرا عوض میکردی برای ماشین؟ بله. ماشین چرا مایلجش عوض میکردی؟ کیلومتر شماره ماشین رو برای چی میآوردی پایین؟ برو بیرون. من برم بیرون؟ نه خیلی با تو نیستم، با اون حبیجم. آخه خیلی فدای تو بشم. الهی قربونت برم. آفرین آفرین. ببین آقای قضاوت، اولا که کیلومتر رو که واز نمی کنن. واز نمی کنن. می نویسن. می نویسن. آفرین. اینقدر کیلومتر مونده. اینقدر کیلومتر مونده. شما خودتون دیگه جای کیلومتر باز کنن. باز کنن. مگه کیلومتر کاردوه که باز کنن. آفرین. خجالت نمی کشی. این چرت و پرت چی میگی؟ من چرت و پرت میگم. کی میگه باز؟ اونی که شما گفته چرت و پرت گفته. آفرین. ببین آقای قضاوت، من ببین اون روی سگ منو هیچ کس ندیده. هیچ کس ندیده. ولی اون خرسه فکر کنم تو پارک دیده بود. والا اون دیده، فکر کنم یه نفر دیگه الان ببینه. آفرین آفرین. بله بله. تو با کی داری اینجوری صحبت میکنی؟ من با همون خرسه. آبا خرسه. آفرین. خب پس این مسئله مایلیج ماشین رو نمیدونم. ما نبودی باقا. شما نبودی. ببین یه بابایی بود. آها. ماشین در داغو میگره. آفرین. کیلومتر میورد پایین. میورد پایین. چجور میورد پایین؟ مثلا 300 تا بود رو میکرم، مثلا 50 تا. چه بیرونم به گناهش کردن خودش. گناهش کردن خودش. این رو زدن پای ما. پای شما. تموم شد. ما ببین اصلا اومدیم این طرف رو چیکار کردیم؟ شناساییات کردیم. آفرین. آخه کسی که این کارو میکنه یه آدم بیمروفته. آفرین بر تو. یارو زن اچش سوار ماشین میکنه، ماشینم سفتی مفتی نداره که. سفتی نداره. سفتی نداره. شله همه چیز. شله همه چیز شله. باشه تو اتوبال اینا لنگش میره هوا، جون زن اچش چی میشه؟ به خطر میفته. آقا خونش میفته گردن ما. آفرین. تو بس اومدی اینجا با پلیس همکاری کردی. من اصلا خوراکم همکاری با پلیس. آفرین آفرین. بس بذار ببینم من اگر من پیدا کنم کلوم بزغاله این مدارک رو برای تو جور کرده و این اتهامات رو به تو زده. یکی بوده مثل خودتون دیگه. بله با کی داری اینجوری صحبت میکنی تو؟ من با کی؟ من با شما چیزی نگفتم. و به کی گفتی؟ من هیچ نگفتم. آفرین آفرین. در حق تو من اینجوری خیلی اجحاف شده. بله. بی خود و بی جهت. بله بله. من فقط باید یک چیزی دیگه این تو این بابا تو رو غرب گیر نده آقای قضاوت. هی را برا میگی یه چیزی، ما این آخری جور مس... نداشتیم نه، که نه نه من شما هر چیزی که ببین سالیان سال قضاوت کردی قضاوت کردم باشی نوشتی بابا، اصلا اسم من بالای این کاغذ نیست. چرا چرا اینجا همه چی... فقط یک چیز دیگه در مورد پرونده تو مونده. این مسئله اگر روشن بشه من فکر میکنم که عموما مسائل تو حل میشه، و اونم اینه که چرا تو میرفتی قسطی جنس میخریدی با کردیت کارت و نقدی میفروختی؟ تو را سهنه؟ با کی تو داری اینجوری صحبت میکنی؟ برو بیرون! چشم میرم با تو نیستم، سر جات بایسا. چشم خب، آها، بشین، بایسا، هر کار، جواب منو بده. آقای قاد، ببین ببین سکته مکته میکنی. کی سکته میکنه؟ شما خدایی نکرده سکته میکنی. شما از دست بریم آدم بال وستو پیدا نمیکنی. آفرین. آره را برا خط بزنه. آفرین. ما اینجا هر کی گیر افتاد را برا نوشته واسمون. تو مشقاتو برای کی بردی که خط زد؟ عجب پرت. تو الان گفتی که آدمی که خط بزنه مشقاتو میشه کی برده بودی؟ بابا مشق چی؟ مشق عجب گیر کردیم ما. ببین ولش کن. فکر کردم داری از دوران طفولیت و اینا که مشقاتو معلمت خط میزدی میگی؟ ما اصلا مدرسه نرفتیم که مشقه نمیشیم. آفرین آفرین تو مدرسه. خب حالا اینو توضیح بده که چرا جنس رو تو قسطی میخریدی و نقدی میفروختی؟ آقا دوست داشتم دوست جنس قسطی بخرم نقدی بفروشم. آفرین. به کس چه ربطی داره؟ هیچ ربطی به هیچ کس نداره. تموم شده. این مملکت آزادی مطلقی. بعد بعدش هم اومدیم آقا جون گفتیم پول نداریم بدیم. پول نداریم بدی.
بدیم. پول نداریم بدیم. حالا اومدن این یارو چیه؟ کالکشن مالکشن چیه؟ کالکشن ایجنسی. همون که شما میگی. اومده میگه که تو چیز کردی؟ پول ما رو باید بدی. پول ما رو باید بدی. حالا ما هم گفتیم باشه. ما از زندان بیایم بیرون، بریم سر کار. آبرومندانه. وایسا ببینم. خداوکیلی. چطور میریم؟ شما وایسا وایسا وایسا. اصولا تو مگه کردیت کارت از کالکشن ایجنسی گرفته بودی؟ نه، کردیت کارت رو از همین خب به کالکشن ایجنسی چه مربوطه که پولت تو میخواد؟ اینو از چیز علاقه نمیم خاطی شده. اینو گوساله، من نمیفهمم. کالکشن ایجنسی اگر به تو کردیت کارت داده و تو اومدی و خرج کردی پولشو ندادی، میتونه بیاد از تو کردیت کارت پول بخواد. اونا میدن پس. من نمیدونم کیا چی کار میکنن، ولی اون چیزی که هست اینه که تو کردیت کارت تو مگه از کالکشن ایجنسی گرفتی؟